سلام، با خبرهای این ساعت طلوع خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 28 ماه صبر سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 ماه می سال 2010 میلادی. در این برنامه سیاوش زمینی و تمنا احمد زایرانی با تازه ترین رویدادهای ورزشی و پیش بینی آب و هوای فردا در استودیوی خبر با خود داریم. در آغاز سرخطه چند خبر از کشور. جان باختن 20 تن در حمله انتحاری در کابل. تلاش ها برای ردیابی هواپیمای ناپدید شده شرکت هوایی پامیر. با به توافق رسیدن کوچان باشندگان ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان بردک. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حمله انتحاری به نیروهای خارجی در کابل در حدود 20 تن به شمول 6 سرباز ناتو کشته شدند و بیشتر از 50 نفر دیگر زخم برداشتند. این رویداد سپمروز در برابر کاخ دارالامان هنگام رخ داد که یک انتحار کننده کاروان موترهای نیروهای ناتو را آماج قرار داد. در حالی که بیشتر کشته شدگان و زخمیان این رویداد غیر نظامیان هستند، ناتو میگوید که چند سرباز دیگرش نیز در این حمله زخم برداشتند. در این رویداد انتحار کننده که سوار بر موتر بود، کاروان نیروهای ناتو را در یک ایستگاه بسای شهری در برابر کاخ دارالامان و موزیم ملی آماش قرار داد. از همین رو غیر نظامیانی که در این ایستگاه منتظر موترهای شهری بودند و نیز سرنشینان چند موتر غیر نظامی به شمول یک بس بیشتر آسیب دیدند. خارجیشان 5 نفر کشته است و 5 نفر هم زخمی. شاهدان نیز تاکید می‌ورزند که آسیب دیدگان این حمله بیشتر غیر نظامیان بودند. در این حمله به کارگران راهسازی که جاده دارالامان را می‌سازند نیز تلفاتی وارد شده است. بسیاری از شهیدان مردم ملکی بود. 4 نفر شهید شدند. 15-20 نفر فوت شدند. ساعتی پس از این رویداد رئیس جمهور کرزای سفارت ایالات متحده آمریکا و نیز نیروهای ناتو در کابل این حمله را به شدت نکوهش کردند. به شدیدترین الفاظ این حملات تقبیح میکنیم. امیدوار هستیم که افغانستان انشاءالله به زودی از این رنج نجات پیدا کند. جاده دارالامان که ساختمان‌های شماری از نهادهای دولتی از جمله ساختمان شورای ملی در آن واقع شدند، پیش از این نیز شاهد چنین رویداد بوده است. اما تلفات رویداد امروز سنگین‌تر گفته می‌شود، چنان که 17 موتر به شمول 5 موتر نیروهای خارجی در این حمله به شدت زیان دیدند. انفجار برخواسته از حمله امروز به حد نیرومند بود که صدای آن در بیشتر بخش‌های پایتخت شنیده شد. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که پیشتر طالبان در اعلامیه‌ای هشدار دادند که عملیات بهاری‌شان را آغاز خواهند کرد. هرچند مقامات افغان این هشدار طالبان را نوع تبلیغ جنگی گفتند. ای در ماه اخیر اولین حمله انتحاری دشمن است. با کشته شدن سربازان ناتو در رویداد امروز، شمار تلفات نیروهای خارجی در افغانستان در سال روان میلادی به بیش از 200 نفر میرسد. پارسال این نیروها در حدود 520 نظامیشان را در کشور از دست دادند و این بیشترین تلفات نیروهای خارجی از آغاز ماموریتشان در افغانستان در سال 2001 میلادی بود. بر بنیاد گزارش‌های شفاخانه‌های شهر کابل، بیشتر کشته شدگان و زخمیان این حمله انتحاری غیر نظامیان هستند. در میان 37 زخمی این رویداد که در شفاخانه استقلال زیر درمان هستند، وضعیت 37 تن آنان نگران کننده گفته شده است. وزارت صحت عامه میگوید که بیشتر کشته و زخمی شدگان این رویداد غیر نظامیان هستند. در همین حال مسئولان شفاخانه استقلال میگویند که 3 کشته و 37 زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است و وضعیت 6 زخمی این رویداد نگران کننده است. از جمله 36 نفر، 7 نفر از خانم‌ها هستند و 3 طفل در بین ازی هست و فعلا مریضا یک تعدادشان در شفاخانه انتقال یافتند. باز از امو که گرم کرد کل مردم چیغش بر آمد، دیگه بسیار مردم همون جوابگار هم شد. میوال عملی واشیانه دیگه نباشد امال که ما بسیار وامتانای ما را از بین بردن. با این موتر پایین شدیم، سعی کردیم که دو تا کرولا آتش گرفته دیگه نفهمیدیم. رویداد امروز در نزدیک یک ازگاه موترها رخ داد. از همین رو بیشتر کشته و زخمی شدگان این رویداد غیر نظامیان هستند. در چند سال اخیر افغانستان شاهد رویدادهای بسیاری بوده است، اما بیشتر قربانیان این رویدادها غیر نظامیان هستند. همچنان در ولایت پکتیا در حمله انتحاری در این ولایت یک پلیس کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. سخنگوی پلیس زون 505 سپینغر میگوید این حمله امروز هنگام در ولسوالی جاجی آریوب رخ داد که پلیس مانع ورود انتحار کننده به داخل ساختمان فرماندهی پلیس این ولسوالی شد. بر بنیاد خبر دیگر از این ولایت، در انفجار بم در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا یک سرباز آیساف زخم برداشت.
کوچیان و باشندگان ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک امروز با توافق رسیدند. آیته که امروز برای بازدید محل رفته بود فیصله کرد تا کوچیان منطقه را رها کنند و از پیش رو و محلات دیگر خودداری نمایند. وزیر امور داخله میگوید هر طرفی که این فیصله را رعایت نکند با برخورد جدی نیروهای امنیتی روبرو خواهد شد. درست پس از درگیری های تازه میان کوچیان و باشندگان ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک بر سرزمین و علفچرها، معاون دوم رئیس جمهور، وزیر امور داخله و لیدرسیز وزارت دفاع ملی امروز به محل رفتند و با نمایندگان کوچیان گفتگو کردند. سربازان تازه نفس پلیس و اردو نیز به محل فرستاده شده اند. هر طرفی که نتاناتش بس رعایت کنه، اردوی ملی و پلیس ملی با تمام قوت و مقابلی از اونا می پردازن. دوم، به صورت فوری از هر نوع پیشروی و حملات علیه قریجات خودداری میشه، جلوگیری صورت میگیره و این فیصله امروز باید تطبیق شود. سوم، تخلیه فوری و بدون قید و شرط از تمام مناطق مسکونی باید صورت بگیره. دی علاپچار و دی میگو دی گزاری ده اما اینجا سا آینده ده اما پا آینده بنده دی علاپچار پیسه که چی اغل تا نه فصل و خلصی نه پیچا بوتا ضرر ورسیگی اغا با آینده مشوره لدوی دری و سرکو چی دوی سو پیسله وکلا پا مغا پیسله بانی کنات لرو. مردم محل ادعا دارند که حق استفاده از علفچرها متعلق به باشندگان دائمی محل است، زیرا یگانه وسیله معیشت مناسب در مناطق مرکزی پرورش معاشی است که آن هم متکی به همین علفچرها می باشد. اما کوچه ها ادعا دارند که مناطق مرتفع مرکزی افغانستان ساحه علفچرهای کوچه ها بوده و ایشان در این زمینه دارای سند ملکیت هستند. تا فعلا 51 منزل حریق، 39 باب دوکان دستبرد داده شده و یک کلینیک که در اینجا واقع است و هم دست برد و قسمان تخریب شده است. 6 نفر کشته، 8 نفر لادرک است. دربینون امر سره دی مخابری سیستم این فعال ده یا منظم سوق اداره صاحب داری؟ بله صاحب. او پلمون امنگ سره مستنست داری سی بازی زیو که مالون پروتکترو که دو کورونا چولی. معاون دوم رئیس جمهور در حالی که از کوتاهی دولت در این باره انتقاد میکند میگوید که به خواست های مشروع کوچیان و دهنشینان رسیدگی خواهد شد و دولت جبران خساره خواهد کرد. نباید نه جنبه های قومی داد، نه جنبه های سیاسی، ولی باید دستجات و علاقاتی که در هر بخشی بخواهد ای استفاده را کند، چه در طرف کوچی، چه طرف مردم ده، هم باید شناسایی شود و قانونمند، قانونی برخورد شود. حکومت افغانستان در این راستا کند عمل کرده متاسفانه. از 3 سال به این طرف احکام واضح وجود داره که بر کوچه ها زمین داده شود و در ولایات مختلف افغانستان داده شود. مشکلات وطن و فشار شدید کاری سر ادارات افغانستان بانه از این شده که این اقدامات سریعتر صورت بگیره. از چند سال به این سو میان کوچی ها و باشندگان بهسود ولایت میدانوردک برخوردهای خشونتبار صورت گرفتند که تلفات جانی و مالی را نیز به همراه داشته است. در این باره هیئت های دولتی نیز موظف شده اند تا معضله را حل نمایند، اما کدام دستاورد مثبت عملی تاکنون در این باره دیدن نشده است.